هرچه که به ضرب العجل آمریکا در رابطه با برجام نزدیکتر میشیم، شدت بحران‌های رژیم هم متناسب با اون افزایش پیدا میکنه و این باعث برخوردها و همینطور هشدارها در درون رژیم شده. در همین رابطه گفتگوی داریم با میثم ناهید. با عرض سلام به شما و تشکر ازتون. سلام میکنم به شما و هممیهنان عزیز. بفرمایید. خب ما این روزها شاهد شتاب گرفتن تحولات هستیم. می‌خواستم ببینم وضعیت رژیم در این بین به نظر شما تو این شرایط به چه صورته؟ شاخص سنجش وضعیت رژیم بحران‌هایی هست که خب این نظام باش دست به گریبانه و نوع برخوردی که خب رژیم داره در مقابل این بحران‌ها. به طور عمده که رژیم با چند بحران درگیره. بحران اجتماعی هست، بحران اقتصادی هست، سرانجام برجام هست، بحران منطقه‌ای هست و همچنین جنگ شدید درون باندی. اما اگه بحث همین روزها رو می‌کنید، به طور مشخص این روزها رژیم با دو تا از این بحران‌ها به شدت درگیره. یکی موضوع منطقه‌ای است، به طور خاص داستان سوریه. یکی هم موضوع سرنوشت برجام. به نظر خودم بهترین شاخص برای دیدن وضعیت رژیم خود حرفای رسانه‌ها و کارگزاران خودشه. الان به همین رسانه‌های رژیم نیا کنین، خب مملو هست از بازتابی که میدن در رابطه با این دوتا بحران مشخص. برای نمونه در رابطه با سوریه، بعد از حمله‌ای که انجام شد بر ضد ارتش اسد، خب می‌بینیم که خود کارگزاران و رسانه‌های رژیم از این صحبت می‌کنن که طوفان سهمگینی در منطقه برخاسته و امکان وقوع گردباد افزایش پیدا کرده است. یا میگن که روسیه به قول خودش عمل نکرد و هنگام حمله هیچ کاری نکرد و خودش رو کنار کشید. یک دیپلمات سابق رژیم به نام علی خرم میگه که روسیه هیچ واکنش نظامی در قبال حمله غرب از خود نشان نداد. یا یک دیپلمات دیگه رژیم به نام هرمیندات باوند میگه که طوفانی در منطقه در راه و باید کلاه خود را محکم بچسبیم تا طوفان آن را از سرمان بر ندارد. خب میبینید این وضعیتی است که خود رسانه‌ها و کارگزاران رژیم در رابطه با موضوع منطقه و وضعیت رژیم در این رابطه ترسیم میکنن. در رابطه با برجام هم خب واقعیت اینه که رژیم فرصتی براش نمونده تا سرامت و ضرب العجل 22 اردیبهشت، خب حدود 3 هفته باقی مونده. در مسائل کلان سیاسی 3 هفته و 1 ماه اصلا فرصتی نیست. یعنی موضوع تقریبا میشه گفت تموم شده است. رژیم تا الان باید تصمیمش رو میگرفت. اما خب صحنه‌ای که میبینیم چیه؟ یک سردرگمی، یک بلا تکلیفی در بدنه نظام. البته این که میگم بدنه نظام منظوری نیست که در رأس نظام، یعنی در خود خامنه ای و روحانی سردرگمی نباشه، اما واقعیت اینه که اونا یعنی خامنه ای و روحانی در سکوتن در این زمینه، هیچ موضع مشخصی نمیگیرن که خود همین موضوع هم مهر تاییدیه بر همین سردرگمی. چون اگر سردرگم نبودن که خب تا الان حرف مشخص و خط مشخص رو ترسیم کرده بودن. اما در بدن نظام سکوت نیستن، اتفاقا انواع و اقسام راه حل ها میخوان بدن، چه در جنگ باندیشون و چه در خارج از جنگ باندیشون. به طور واقع در تکاپو هستن که این بحران رو یک جوری با تئوری های مختلف خلاصه از سر بگذرونن. یه نمونش موسویان، عضو تیم مذاکره کننده سابق رژیم و یکی از دیپلمات‌های خود رژیم، به عنوان راه حل میگه عاقلانه ترین سناریو این است که اروپا ترامپ را برای اجرای کامل برجام قانع کند و در عوض ایران بر سر موضوعات منطقه‌ای به طور جدی گفتگو کند. که منظورش چیه؟ مثلا میگه به طور جدی سر منطقه گفتگو کند، منظورش چیه؟ این در اصل میگه به همون شروط برجام تم بدین. ببخشید شروط آمریکا تم بدیم. خب چون اصلا حرف آمریکا هم همینه، آمریکا این نمیگه که من قاطع خارج میشم، میگه که 4 شرط گذاشت، گفت یا این 4 شرط رو اعمال میکنین
اگر کردین در برجام میمونیم و بعد سرش بحث میکنیم، اگر نکردین من خارج میشم. که خب اینم که میگه که بیاین در رابطه با موضوع منطقه‌ای اروپا رو بفرستیم جلو که بره با ترامپ صحبت کنه. یعنی آقا ما کوتاه بیایم که ترامپ حاضر بشه در برجام بمونه. یا داشتم همین سردرگمی بدنه نظام رو میگفتم در رابطه با برجام. یه فاکت دیگرش جمان آنلاین رژیم، رسانه بسیج ضد مردمی، با نگرانی میگه که ماکرون و مرکل الان طی هفته‌ی آتی قراره برن آمریکا با ترامپ دیدار کنن. موضوعشون هم همین داستان برجامه، میخوان رئیس جمهور آمریکا رو قانع کنن که از برجام خارج نشه. بعد توضیح میده که خب این کار نیاز به یک اهرم داره. اهرمی که اونا مشخص کردن چیه؟ میگن خودمون این اروپا بیایم یک سری تحریم وضع کنیم بر ضد نظام، بر ضد رژیم، که ترامپ قانع بشه که از برجام خارج نشه. خب میبینید که این هم از همین سردرگمی رژیمه. به طور مشخص میگه ایران در برابر آمریکای سرکش و اروپای سردرگم. این ایران در برابر اروپای سرکش و وقت آمریکای سرکش و اروپای سردرگم ترمی هست که روزنامه حکومتی رسالت به کار میبره. به نظر خود من بسیار بسیار گویا وضعیت رژیم رو ترسیم کنه. چرا میگید؟ البته ببخشید، این که میگه اروپای سردرگم، واقعیت این که رژیم سردرگمه. چرا میگید رژیم سردرگمه؟ یعنی بر اساس چه حرفی میگید اروپا به جای اروپای سردرگم، خود رژیمه که این به در این به سردرگمه؟ چون توان تصمیم گیری نداره. من گفتم اگر به طور واقع رژیم خط و استراتژیش رو مشخص کرده بود، خب الان بعد اعلام میکرد. الان دست کم ما بعد نمودهاشو میدیدیم، اما نمودی نمیبینیم که، چون آخه فرصتی نمونده. به همین خاطر هم هست که سردرگمه، نمیدونه کدوم مسیر رو انتخاب کنه. حالا شما اشاره کردین به راه حل هایی که در رسانه های رژیم داده میشه، این راه حل ها چی هستن؟ در رابطه با سوریه باند روحانی میگن که خب بعد عقب بکشیم، میگن که معادلات منطقه‌ای به ویژه بعد از حمله‌ای که به ارتش بشار اسد شد بسیار به هم ریخته و عوض شده و خطرناکه که ما در این وضعیت در سوریه بمونیم. حرفشون اینه که آقا جام زهر سوریه رو بخوریم. در رابطه با برجام باز هم میگن خط زهرخوری رو باید بریم، یعنی باید به همون شروط هم بدیم و نگذاریم که آمریکا از برجام خارج بشه. خب این حرفی هستش که باند روحانی میگن. باند دلواپسان عکسش رو میگن، میگن که اگر ما از سوریه عقب بکشیم اینطور نیستش که طرف مقابل کوتاه بیاد. اشاره میکنن به همون حرف خامنه ای که اگر در سوریه نجنگیم باید خط رو در همدان و کرمانشاه و در تهران، یعنی همون بیت ولایت، ببندیم. در رابطه با برجام هم که میگن اگر کوتاه بیایم باز هم همون داستان برجام هفتمه، یعنی نفی تمام نظام ولایت. حالا پس اینجوری نمیشه گفت که پس راه حل ندارن، چون هر کدوم دو تا راه حل سر این موضوع دارن ارائه میدن. این دو راه حل هست بالاخره برای انتخاب. بله راه حل هست، اما مهم سرانجام اون راه حل هست. مهم اینه که این دو مسیر به کجا میرسه. واقعیت این هر دو مسیر درسته که در خروجی دو مسیر کاملا متفاوته، اما در انتها به یک جا میرسه. نکنین اگر رژیم تن بده به جام زهرهای بعدی، همون داستان برجام هفتم و تنزل بی پایانه، یعنی مرگ نظام. خودشون گفتن، حرف خود خامنه ایه. از سوریه هم که عقب بکشه همونطور گفتیم، خب خودش میگه باید در تهران خط ببندم. پس این از این. اگر کوتاه نیاد خب منجر میشه به مرگ برجام و بازگشت وضعیت خفگی، که خب و از اون طرف هم بالا رفتن چماق بند هفتم منشور ملل متحد، که خب اینها هم برای رژیم واقعا تبعات مرگبار داره. همین وضعیت هم هست، همین که این دو مسیر انتهاشون به پردگاه مرگ برای رژیم میرسه هستش که باعث میشه سردرگم باشن، باعث میشه که نتونن تصمیم بگیرن، باعث میشه که با اینکه 3 هفته مونده به سرآمد برجام هنوز هیچ نمودی ما نمیبینیم از این که به هر حال از کدوم مسیر رو میخوان برن، مسیر زهرخوری یا مسیر خفگی و همون ایستادن. خب این سردرگمی و وضعیت کنونی رژیم. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. خواهش می‌کنم.